برای بررسی آخرین تحولات اقتصادی در ایران و جهان به لندن میریم برای گفتگو با دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد دانشکده آمریکایی اقتصاد و تجارت. های دکتر درود به شما، خوش آمدید به برنامه. نوسانات بازار بورس تهران دو سه هفته گذشته خیلی خبرساز شد، یک رکوردی رو از 14000 واحد عبور کردش بورس تهران و الان بعد از 12 روز شاهدین هستیم که داره برمیگرده این شاخص رو به پایین. بسیاری هنوز خوشبینن نسبت به آینده بازار بورس تهران، شما چطور قضیه رو تجزیه و تحلیل میکنید؟ جناب دهقانپور، عرض بکنم که در درجه اول بورس تهران یکی از بورس‌های کوچکه و به دو اعتبار میشود گفت که اصولاً بورس نیست. دلیل اول این که در ایران یه بازار پولی و مالی وجود نداره، بلکه این بازار در انحصار دولت و نهادهای شبه دولتی. دوم اینکه نرخ ارز و نرخ بهره به صورت دستوری تعیین میشه، در حالی که اینها در واقع آبهایی هستند که بورس در درون آنها شنا میکنه. از این مسئله که بگذارم، حجم بورس ایران بسیار ناچیزه، یعنی مثلا 100 میلیون دلار و زیر 100 میلیون دلاری که در روز معامله میکنه. این مقایسه بفرمایید با بورس لندن که روزانه حدود 15 تا 40 میلیارد پوند معامله توش انجام میگیره. ولی برگردیم به علل رونق ارز کنم این بورس. عمده علتی که میشود به ذکر کرد این است که در ایران اصولا ضمن اینکه پول آزاد و سرگردان وجود داره، مجالهای سرمایه گذاری وجود نداره. به محض اینکه یک مجال سودده دیده میشه، سرمایه گذاران بهش متوجه میشن و اینکه این فقط مدت کوتاهی رو دوام آورده، معمولا این خودش از عجایب است که تحولات بورس در دنیا در عرض یک ثانیه به هم دیگر منتقل می شوند. ولی در مورد ایران، این که مثلا نرخ دلار ترقی کرده، نرخ یورو افتاده، این تأثیرش در ایران بعد از حدود دو هفته منعکس میشه. علتش هم اینه که معمولا این دستگاه ها چون انحصاری هستن، در معرض موجهای آزاد بازار قرار نمیگیرند. دکتر تشکر میکنم از شما، متاسفانه وقت این بخش از برنامه به پایان رسیده. سپاسگزارم از شما دکتر حسن منصور از لندن.